این هفته برگ ها روی راهن در انگلستان، مبارزه با ویروس در تایوان و گوشی های ارزان. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. قطارها ده ها ساله که مردم رو از این شهر به اون شهر جابجا میکنن و در دههای اخیر هم کلی از نظر فناوری پیشرفت کردند. اما اینجا در بریتانیا یک مشکلی هست که هر سال زمستون باعث کلی تاخیر در حرکت قطارها میشه. مشکلی که طبیعیه و برطرف کردنش هم سخته. برگ های روی راهن. همه مسافران قطار در بریتانیا با این عبارت ترسناک آشنا هستند. در این مسیر آزمایش در ولز در حال آزمایش فناوری هستند که میتونه انقلابی در حمل و نقل ریلی ایجاد کنه. این روش جدید شامل نوع انفجار پرقدرت برقی برگ‌ها با پرتوهای پلاسماست. در واقع ایجاد یه جور رعد و برقه. مجریان تر پلاسما ترک امیدوارند با نصب دستگاهی در جلوی قطارها پرتوهای پرقدرت پلاسمایی ایجاد کنند و توده‌های در هم فشرده برگ‌های روی راهن رو بسوزونند. نیروی این کار از سامانه ترمز خود قطارها یا از برق اضافی قطارهای دیزلی تامین میشه. میلیون‌ها درخت توی مسیر راهن بریتانیا دیده میشن و پاییز هر سال هزاران تن برگ روی ریل قطار می‌ریزه. وقتی چرخهای قطار از روی توده فشرده برگ رد میشه، چیزی که باقی میمونه خمیر چرب و سیاهیه که به راهن میچسبه. از نظر ایمنی وقتی قطار سعی میکنه ترمز بگیره ممکنه حوادثی اتفاق بیفته. مثلا قطار تلاش میکنه توی ایستگاه متوقف بشه اما به موقع نمیتونه، چون ترمزش نمیگیره و از ایستگاه رد میشه. این حوادث باعث تاخیر قطارها میشه و توی شبکه اختلال ایجاد میکنه. همینطور باعث تاخیر از پیش اعلام نشده برای مسافران ایستگاه‌های دیگه میشه و مشکل فقط به منطقه‌ای که حادثه رخ داده محدود نمیمونه. راه حل پلاسما ترک میتونه راهن رو از پسماندها تمیز و بقایای برگ‌ها رو به حالتی خشک تبدیل کنه که دیگه آلودگی ندارن و به قطارها امکان میده هر فصل سال که باشه مثل تابستون بی دردسر رفت و آمد کنن. توی آزمایشگاه طرح پلاسما ترک میتونیم قدرت پرتو رد و برق این سامانه رو ببینیم. پلاسما از ترکیب یک پرتو الکتریکی پرقدرت و گازهای فشرده تولید میشه. این پرتو میتونه تا 10000 درجه سانتیگراد داغ بشه. اما این حرارت راهن رو ذوب نمیکنه، چون قطار با سرعت در حرکته و حرارت فقط به لایه سطحی ریل برخورد میکنه. مشکل وقتی شروع میشه که برگ درختا میرزه روی خط آهن. اما این برگا مثل برگهای لغزنده ای که توی مسیر پیاده روی میبینین نیستن. چرخ قطارها از روی این برگ‌ها رد میشه و اونها رو زیر فشار و حرارت خرد میکنه و پسماند برگ‌ها روی راه آهن دچار واکنش‌های بیوشیمیایی و شیمیایی میشه. تصور کنین انگار دارید روی یخ سیاه رانندگی میکنید. تا حالا برای رفع مشکل برگ درختان و بوته‌های روی راه آهن از فناوری پیشرفتی استفاده نشده بود. راهن منطقه ولز با شرکت وامبیک سیرکل که در زمینه تولید ویدیوهای دیجیتالی فعالیت میکنه همکاری کرده تا دوربین‌های هوشمندی رو روی قطارها نصب کنه. این دوربین‌های هوشمند به طور خودکار پوشش گیاهی رو که ممکنه برای قطارها خطرساز باشن فیلمبرداری و تحلیل میکنه و گزارش میده. از شاخه‌های آویزون توی مسیر حرکت قطارها گرفته تا برگ‌های دردسرساز روی ریل. این یک کشمکش دائمیه، چون پوشش گیاهی مدام در حال تغییره، اما دوربین‌های هوشمند این تغییرات رو زیر نظر دارند. تجهیزات هوشمند به سرعت فیلم‌های دریافتی رو تحلیل می‌کنند و هشدار می‌دن تا امکان برای چاره‌جویی سریع فراهم بشه. ما کار رو با بررسی پوشش گیاهی شروع می‌کنیم. در امتداد خطوط راه آهن درختان و بوته‌های زیادی وجود دارن که می‌تونن برای قطارها خطرناک باشن. ما این دوربین‌ها رو کار می‌ذاریم که به جای چشم انسان عمل کنن تا بتونیم اطلاعات بیشتری گردآوری کنیم و با سرعت و ایمنی بیشتری وارد عمل بشیم. دنیا نسبت به پارسال خیلی عوض شده و کشورهای مختلف در برابر فراگیری کرونا رویه‌های متفاوتی رو در پیش گرفتند.
دیکوژنتیکس در ایسلند که پیشگام ژنتیک توالی بیماری رو انقدر درست تونست پیگیری کنه که در این کشور دقیقاً میشه فهمید چه کسی به چه کسی ویروس داده. اما دولت تایوان در نزدیکی جغرافیایی به چین تونسته به لطف اعتماد فوق‌العاده مردم مانع از شیوع بیماری بشه. بعد از بیش از 250 روز بدون ویروس زندگی داره در تایوان رونق میگیره. کار و کاسبی ها، مدارس و دانشگاه ها در حال فعالیت هستند و رونق به اقتصاد تایوان برمیگرده. تنها مبتلایان به ویروس کسانی هستند که از خارج اومدن. این رکورد تقریباً بی عیب و نقص نتیجه اینه که همه جامعه تایوان به مسئولیت خودشون عمل کردند و وقتی ویروس فراگیر شده بود، راه حل های خودشون رو برای برگشت به مسیر درست پیدا کردند. آدری تانگ وزیر دیجیتال تایوان میگه که این خیلی مهمه، افراد مبتلا به ویروس که اون رو پخش میکردند با صداقت رفتار کردند و در ردیابی افرادی که باشون در تماس بودند همکاری داشتند. او برای نمونه داستان فردی رو تعریف کرد که اولش نمیخواست قبول کنه که با کسی در تماس بوده. بعد از اینکه معلوم شد به ویروس مبتلا شده، در مصاحبه‌ای که روز اول داشت گفت که همش توی خونه بوده و با هیچ کس دیدار نکرده و نمیدونه چرا به ویروس آلوده شده. و روز دوم فکر می‌کنم به علت مهارت مصاحبه کننده بود که این خانم سرانجام قبول کرد که کارگر حرفه‌ای یک کلوب شبانه است. اون موقع یعنی ماه آوریل، مرکز فرماندهی کنترل همه‌گیری ویروس فشار اجتماعی شدیدی وارد می‌کرد و کسانی که با برنامه ردیابی افراد آلوده همکاری نمی‌کردند، تهدید به زندان می‌شدند یا تهدید می‌کرد که با یک دستور از بالا کل کاروبارشون رو تعطیل می‌کنه. مقامات مسئول به جای تعطیلی این کلوب‌ها عقل‌هاشون رو روی هم گذاشتن تا با برنامه‌ریزی مناسب با دنیاگیری ویروس مبارزه کنند. خوش‌شانسی بزرگی بود چون همون زمان کشورهای اطراف داشتن موج دوم یا سوم شیوع ویروس رو تجربه می‌کردن، چرا که زندگی شبانه در شهرها زیرزمینی شده بود. همزمان این طرف دنیا مردم ایسلند که قبلاً برای پژوهش‌های ژنتیکی خونشون رو ذخیره کرده بودند، به دانشمندان کمک می‌کردند تا بشه جهش‌های ویروس رو از یک نفر به نفر دیگه ردیابی کرد. این یعنی پژوهشگران می‌تونستن بفهمن که چه فردی یکی رو آلوده کرده و این کار به شناسایی علت موج همه‌گیری ویروس کمک می‌کرد. در نهایت معلوم شد دو گردشگر که ماه اوت به ایسلند اومدن عامل انتشار ویروس بودند. ما ویروس رو در هر فردی که توی ایسلند شناسایی شد دستبندی کردیم. این مهمه که بدونیم ویروس چطوری منتشر میشه. اینطوری میتونین تلاشتون رو برای کنترل ویروس اصلاح کنین. آیا باید باشگاه‌های تندرستی رو تعطیل کنیم یا کافی شاپ‌ها باید تعطیل بشن؟ اگه کسانی که توی کافی شاپ کار میکنن توی باشگاه‌های ورزشی آلوده شدن، دلایل شما برای بستن باشگاه‌ها بیشتره. دستبندی افراد آلوده به ویروس به شما اطلاعاتی میده که برای تصمیم گیری بهتر کمکتون میکنه و امکان میده تا جلوی سیاستمدارها که قدرت تصمیم گیری دارن استدلالهای خودتون رو پیش بکشید. استفاده تایوان از داده هم نقش مهمی در این تلاش ها داشت. برای مثال اونها با حصارکشی دیجیتال تونستند به کمک سیگنال‌های گوشی همراه کسانی رو که در قرنطینه بودند ردگیری کنند. اما آیا این شیوه در کشورهای غربی هم که مردم دوست ندارن حکومت سر از کارشون در بیاره جواب میده؟ به نظرم تایوانی ها واقعا دوست ندارن که حکومت بهشون بگه چی کار کنن. اگه قرار بود ما روش های جدید گردآوری اطلاعات رو معرفی کنیم، احتمالا موفق نمی شدیم. در عوض تصمیم گیری ها از پایین به بالا بود. مثلا جامعه فناوری تایوان نقشه محل توزیع ماسک رو طراحی می کرد تا مطمئن بشه همه مردم میتونن سهمیه‌شون رو بگیرن. در این حال روش دولت برای توصیه به استفاده از ماسک هم متفاوت که چه عرض کنم خیلی خاص بود، استفاده از یک سگ سخنگو. این سگ خیلی خیلی نازه. کی میتونه مخالف یک سگ ناز باشه که بهتون میگه فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنی؟ برای استخدام نیرو از همین راهبرد در جهت کارزار مبارزه با ویروس استفاده شد. هدف اودروی هم از پوشیدن این لباس همینه. نسخه گربه‌ای وزیر دیجیتال به مراتب خیلی جذاب‌تر از تصویر رسمی وزیر دیجیتال بود. تحقیقات دیگه پژوهشگران ایسلندی نشون میده کسانی که به ویروس مبتلا شدن بیشتر از اون مدتی که قبلا تصور میشد آنتی‌بادی یا پاددن رو در بدنشون نگه می‌دارن.
اما حتی کارشناسان اینجا هم نمیدونن که چرا بعضی در برابر ویروس از بقیه آسیب پذیرتر هستند. احتمالاً ویژگی‌های فوق‌العاده کمیابی در درصد خیلی خیلی کمی از انسان‌ها موجوده که باعث میشه در برابر ویروس مقاوم باشن و احتمالاً ویژگی‌های کمیاب دیگه‌ای در درصد خیلی کمی از انسان‌ها هست که باعث میشه اونها در برابر ویروس آسیب پذیر باشن. اما مهمترین عامل تعیین کننده رفتار جوامع در برابر ویروسه. بهار پارسال شیوع ویروس به اونقدر خطرناک بود که ایسلندی ها این ملت سرکش رو متقاعد کنه که درست رفتار کنند. آیا این یک منحنی یادگیریه که هممون باید ازش عبور کنیم تا سرانجام سطح آگاهی تک تکمون افزایش پیدا کنه؟ به گمانم جوامع لیبرال دموکرات باید از فرایند یادگیری جمعی عبور کنند، چون اقدامات از بالا به پایین مثل شهربندان یا قرنطینه فقط تا همین حدی که انجام دادیم جواب میده. مردم خودشون باید اهمیت همه‌گیری ویروس رو درک کنند. اون وقتی که ناچار نیستیم سر دوراهی نادرست حفظ حقوق بشر و دموکراسی از یه طرف و از طرف دیگه مبارزه با همه‌گیری ویروس و حفظ سلامت عمومی قرار بگیریم. اما سال 2021 با درس‌هایی که آموختیم روشن‌تر به نظر میرسه. مخصوصاً اومدن واکسن‌ها امید رو بیشتر کرده. شگفت‌آور بود که می‌دیدی مثلا اون حس رقابت در صنعت داروسازی جای خودش رو به حمایت از هم داد. ما متقاعد شده بودیم که با هم برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش کنیم. من فکر می‌کنم ما برای روبرو شدن با همگیری بعدی نسبت به این یکی خیلی خیلی آماده‌تر هستیم. این هفته فیسبوک نیوز بخش اخبار شخصی سازی شده این شبکه اجتماعی در بریتانیا فعال شد. شرکت پهپادسازی وینکاپتر اعلام کرد در ماه‌های پیش رو واکسن کرونا رو از طریق هوا در جنوب شرقی آسیا و آفریقا توزیع می‌کنه. و گوگل کار روی اپ نقاشی مجازیش تیلت براش رو متوقف کرد. این اپ که سال 2016 عرضه شده بود، البته به عنوان یک پروژه منبع باز همچنان فعال خواهد موند. این هفته همینطور سپین واحد روروک برقی فورد از یک نمونه سه‌چرخ تازه رونمایی کرد. قرار بهار پیش رو ناوگانی از 300 روروک سه‌چرخ که از راه دور قابل کنترلن در آیداهو آزمایش بشن. سازنده ربات انسان نمای سوفیا گفته این ربات و سه مدل دیگه قرار وارد مرحله تولید انبوه بشن. سوفیا میتونه ادا و اطوار انسان رو تقلید کنه و برای ارتباط گرفتن با آدمها از هوش مصنوعی استفاده میکنه. سازنده سوفیا هنسان روبوتیکس امیدوار این ربات بتونه در دوران همگیری در حفظ سلامت انسان‌ها مؤثر باشه و حتی در زمینه سلامت روان هم به آدم‌های تنها کمک کنه. و در پایان دانشمندان در استرالیا موفق شدن در دمای طبیعی و بدون به کار بردن مواد شیمیایی یا پرتو درمانی با استفاده از سلول‌های زنده جوهری بسازن که میتونه در چاپ سه‌بعدی ساختارهای شبیه استخوان به کار بره. بنیان این جوهر مایع سرامیکه و ترکیبش با سلول‌های زنده به پزشکان امکان خواهد داد حین جراحی استخوان‌های آسیب دیده رو ترمیم کنن. در کلیک ما معمولا میریم سراغ گوشی‌هایی که از پیشرفته ترین فناوری‌ها استفاده می‌کنن و عموماً گوشی‌های گرونی‌اند، ولی واقعیتش اینه که برای اغلب کاربرها گوشی‌های ارزون خیلی وقتا کافی‌اند و نیازشون رو برطرف می‌کنن. اینجا می‌خوام 8 تا گوشی حدود 100 تا 500 دلاری رو بهتون معرفی کنم. همه این گوشی‌ها اندرویدی‌اند. ارزون‌ترین مدل آیفون است، همه اینها گرون‌تره. البته اینا هم ساخت برندهای معروفی هن، از آلکاتل و تی سی ال گرفته تا شیائومی و نوکیا. هدف هم اینه که ببینم با این گوشی ها چی کار میشه کرد و نسبت به گوشی های گرونتر آدم چی از دست میده. اول از همه میخوام عملکرد و کارایی این گوشی ها رو بررسی کنم.
گوشی های ارزون برای پایین تر نگه داشتن قیمت از قوی ترین و جدید ترین پردازنده ها استفاده نمی کنم. همه این گوشی ها حتی ارزون ترین نشون، یعنی نوکیا 1 و 3 از پس انجام کارهای معمول برمیان. هرچند این گوشی به خصوص به شکل محسوسی کنده و استفاده ازش عذابه. میشه گفت تنها گوشی که از این مرحله سربلند بیرون نیومد. براستش بعید میدونم که علت ارزونیش این باشه، برای اینکه با 10-15 دلار بیشتر میشه گوشی آلکاتل گرفت که خیلی روون کار میکنه. برای اینکه ببینیم گوشی ها چقدر قوی هستند، بازی امونگ آس رو روشون اجرا کردیم که اصلا روی نوکیا 1 و 3 باز نشد، ولی اینجا راحت و تمیز روی آلکاتل 1S کار میکنه. چالش بعدی بازی فورتنایت بود که با 100 تا بازیکن آنلاین و گرافیک سبودی توان بیشتری نیاز داره. روی ارزونترین این گوشی اصلا نشون این بازی رو نصب کنید، برای اینکه به اندازه کافی حافظه نداشتند. ولی روی بقیه گوشی ها، حتی اونایی که رسما قرار نبود باش سازگار باشن، بدون مشکل کار کرد. اینم لحظه پیروزی و گرفتن ویکتوری رویال روی TCL 10L. آزمایش نهایی چند تا بازی کلاد روی ایکس باکس گیم پاس آلتیمیت بود که در اون پردازش اصلی روی سرورهای ابری یا کلاد انجام میشه. این تجربه 3 تا از ارزون ترین گوشی ها رو از دور خارج کرد و اصلا بازی روشون اجرا نشد. ولی بقیه گوشی ها خیلی تمیز بازی ها رو اجرا کردن، چه روی نمایشگر لمسی یا با وصل کردن کنترلر ایکس باکس. این آزمایش نشون داد که لازم نیست برای تجربه بازی شبیه کنسول حتما سراغ گوشی های پرچمدار رفت. حالا بریم سراغ دوربین این گوشی ها. چیزی که گوشی های پرچمدار معمولا روش خیلی مانوف میدن کیفیت عکاسی و دوربین هاشونه. اگر در مورد گوشی های پرچمدار اونها رو و نتیجه کارشون رو با دوربین های حرفه‌ای و نتیجه کار اونها مقایسه میکنن، اینجا دیگه باید سطح انتظاراتمون رو بیاریم پایین. انتظار من فقط اینه که بتونن یک عکسی بگیرن که نور و رنگش شبیه واقعیت باشه. صادقانه باید گفت تصاویری که دوربین گوشی ارزون نوکیا 1 و 3 میگیره خوب نیست و هیچ کس برای کیفیت دوربین سراغ خرید این گوشی نخواهد رفت. بقیه گوشی ها همشون تصاویر به نسبت قابل قبولی میگیرند. بین این گوشی ها خروجی دوربین TCL 1 از همه بهتره. این عکس وسط روز گرفته شده. این تصاویر هم در نور کم. همه این تصاویر تقریبا خوبند. هیچ کدوم محشر نیستند، اما غیر قابل قبول هم نیستند. همین دوربینا میتونن تصاویر واضح و به نسبت پر نوری بگیرن که احتمالاً به مراتب از تصویر گوشی‌های گرون 10 سال پیش بهترن. صد البته این روزا با این همه تماس ویدیویی که میگیریم، دوربین جلوی گوشی ها از همیشه مهمتر شدند. ارزان‌ترین گوشی ها سلفی های با وضوح پایینی میگیرند. دوربین جلوی آلکاتل 1S یه ذره بهتره و بقیه سلفی های خوب و واضحی میگیرند. حالا بیاین درباره امکانات جانبی حرف بزنیم. برای پایین نگه داشتن قیمت گوشی حاضرید از چه امکاناتی بزنید؟ دو تا از این گوشی ارزون NFC یا پرداخت بدون تماس، یعنی contactless payment ندارن. هیچ کدوم از گوشی ها شارژ بی سیم ندارن. البته بعضی هاشون شارژ سریع دارن که امکان میده باتری رو در زمان کم و حد قابل قبولی شارژ کرد. بعضی وقتا با پرداخت یکم پول اضافه میشه که فناوری جدید یک چیز باحال تری گیر آورد. دو تا از گوشی های این مجموعه امکان اتصال به شبکه 5G رو دارن. و هرچند به جز یکی همشون اثر انگشت رو میخونند، سامسونگ و وان پلاس اونو از زیر نمایشگرشون میخونن که خب یکم باحال تره. اینجا میخوام درباره بروزرسانی صحبت کنم. درسته که گوشی ارزون میخریم، اما این نباید منجر بشه به از دست رفتن امنیت و اطلاعات شخصیمون و اونا رو نباید به خطر بندازه. ما از سازندگان این گوشی ها پرسیدیم که تا کی قصد دارن از نظر امنیتی این گوشی ها رو به روز نگه دارند. اونایی که جواب دادن گفتن بین 1 تا 2 سال. بعد از بررسی همه این گوشی ها میتونم بگم که اگه قرار یه گوشی داشته باشید که باهاش عکسای خانوادگی بگیرید، فیلم برداری کنید و همینطور کار دیگه تون انجام بدید، بهتر برید سراغ گوشی های گرونتر. اما اگر گوشی میخواد که باهاش فقط ایمیل بفرستید، پیامک ارسال کنید یا وبگردی کنید، بین همه این گوشی ها آلکاتل 1S با قیمت 150 دلاریش گزینه معقولیه.
در دوران فراگیری کرونا بعضی از مجریای تلویزیونی، خواننده‌ها و همینطور ستاره‌های ریالیتی شو برای طرفدارانشون پیام‌های ویدئویی اختصاصی ضبط می‌کنن و بابتش ازشون پول می‌گیرن. برای این کار از اپ‌هایی مثل ممو یا کمو استفاده می‌کنند. کسایی مثل کیتلین جنر و اسنوپ داگ بابت هر پیام بعضاً تا 2500 دلار پول می‌گیرند. همکار ما کریستینا کریدل رفته تا تعطوی قصه رو در بیاره. تا حالا فکر کردی لینزی لوهان یا بچه‌ای که توی فیلم هری پاتر بازی کردن این روزا چی کار میکنن؟ اونا مثل ما خونه نشین شدن، اما برای طرفداراشون ویدیوهای اختصاصی میسازن. داشتم به بستری نگاه میکردم که باهاش میتونین به افراد مشهور سفارش بدین تا براتون ویدیو ضبط کنن. میتونین ازشون درخواست کنین تا براتون از هر چیزی که میخواین فیلم بگیرن، اما خب هزینه داره و اگه یه فیلم خوب میخواین باید خیلی بیشتر پرداخت کنین. با حدود 5 دلار میتونین به یه چهره کمتر شناخته شده که حتی قیافش هم یادتون نمیاد فیلم سفارش بدین، مثلا یکی از شرکت کننده های برنامه بیگ برادر یا خواننده مثل هیچ از گروه استپس. Hello there you lovely lot. به دراگ کوین یا حتی حیوانات باغ وحش و حتی سنوپ داگ خواننده رپ. سفارش فیلم خیلی آسونه. تنها کاری که باید بکنین اینه که به یه شخصیت مشهور متنی رو بفرستین. اونا اون متن رو با گوشیشون ضبط میکنن و براتون میفرستن. و مردم این فیلم‌ها رو به دلایل و بهانه‌های مختلف سفارش میدن. تبریک به مناسبت تولد، کریسمس یا شغل جدید. بعضی سفارش‌ها واقعاً عجیبه. چرا آدم‌های مشهور این کارو میکنن؟ چه نفعی براشون داره؟ من فکر میکنم این کار دقیقاً شکل جدید امضا گرفتن از آدم‌های مشهوره. شبکه‌های اجتماعی در ایجاد این ارتباط دموکراتیک نقش زیادی داشتن و باعث ارتباط مستقیم آدم‌های مشهور با طرفدارانشون شدن. ما قطعاً این تمایل به ارسال پیام‌های صمیمانه‌تر و سرحال آوردن آدم‌ها تو دوره انزوا رو دیدیم. سلبریتی‌ها هم می‌خوان بر ضد شرایطی که ویروس ایجاد کرده با مخاطبانشون تعامل داشته باشن، مخصوصاً این روزها که همه وقت بیشتری دارن. Happy birthday Megan. What the hell? You're eating. این وبسایت‌ها واقعاً پرطرفدارن. ممو میگه فقط پارسال سفارش‌ها 300% بیشتر شده. سهم این شرکت‌ها 25% از سوده که خیلی زیاده. به خصوص اگه متوسط زمان ویدیو رو در نظر بگیریم که فقط 75 ثانیه است. لیلی آلن خواننده حتی داره از این کار برای ساخت آلبوم جدیدش استفاده میکنه و شما میتونین با حدود 400 دلار بهش ویدیو سفارش بدین. و البته اینجور وبسایت‌ها فرصت عالی برای سر به سر گذاشتن هستن. مثلا کارول باسکین از سریال تایگر کینگ شبکه نتفلیکس از همین طریق سر کار رفت. از او خواسته شده بود برای دو شخصیت بدنام و کودک آزار پیام ویدیویی بفرسته، جیمی ساویل و رالف هریس. این شرکت ها میگن این موارد زیاد نیست و آدم های مشهور همیشه میتونن این درخواست رو رد کنن. ممو به هم اجازه داد خدماتش رو امتحان کنم و از سفن گوران اریکسون، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس و ستاره امروز ممو، ویدیو بگیرم. ویدیوهاش حدود 70 دلاره، اما اون این پولو میده به خیریه. First of all, it keeps up my English. Well, it doesn't take me the whole day to do this. It takes me now and then an hour. It's an honor for me because people has not forgot me yet. I mean, it's a nice way to keep in contact with England fans. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.